وقتتون بخیر آقای عتیق. در روزهای اخیر ایرانیان زیادی خواهان برکناری رابرت مالی شدن. فکر میکنین چرا این خواسته رو طرح کردن؟ سلام شما و بینندگان برنامه. من فکر میکنم کاملا طبیعی بود که مردمی که بلند شدن که کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنن، مردمی که اسم اعتراضاتشون رو از دانش آموز و دانشجو تا هر بخش دیگه از جامعه گذاشتن انقلاب و میگن یک بار برای همیشه میخوایم از شر این حکومت تمام بشیم، که نه فقط مردم ایران بلکه کشورهای همسایه و سایر نقاط دنیا بتونن یه نفس راحت بکشن از تروریسم اسلامی و مشخصا جمهوری اسلامی. توی این اوضاع که اعتراضات داره به هفته ششم خودش نزدیک میشه، وقتی یک نفر صریح و روشن علیه جمهوری اسلامی موضع گیری نکنه و از مبارزات مردم ایران واضحا دفاع نکنه، مردم به درست این رو به منزله و به مثابه این میدونن که به نوعی مماشات و سکوت در برابر جنایت جمهوری اسلامی میکنن. خواسته مردم ایران روشنه، جمهوری اسلامی باید برود. هر کسی به هر دلیلی بخواد اینو مختل بکنه، مردم بهش واکنش نشون میدن و طبیعی بود که خواستار برکناریش بشن. معنی حرف مالی توی شرایط انقلابی کنونی چیزی جز این نداره که اعتراضات مردم به درجه باید کاهش پیدا کنه و روند انقلاب رو بخواد کند کنه. مردم در داخل کشور و در خارج کشور دارن میگن جمهوری اسلامی باید بره، سفارتخونه‌هاش باید بسته شه، کلیه مذاکرات باهاش قطع بشه، روابط دیپلماتیک باهاش قطع بشه، سران حکومت تحریم هدفمند بشن. این خواسته‌ای که مردم دارن میگن. تو این اوضاع طبیعتاً اگر مالی بیاد یا هر کسی دیگه صحبت از این کنه که این حکومت باید صدای مردم رو بشنوه، مردم میدونن که چه منظور کثیف و شرم‌آوری از این افراد بیرون زده. اما نکته‌ای که در این رابطه وجود داره، به نظر من مسئله فقط بر سر رابرت مالی نیست که این فرد اگر برکنار بشه این مسئله حل و فصل میشه. این یک گرایش سیاسی معین توی هیئت حاکمه آمریکاست. بله، اتفاقاً می‌خواستم به موضع دولت آمریکا هم اشاره بکنیم. این اشاره کردین که موضع‌گیری مشخص الان خیلی برای ایرانیان مهمه. از یک طرف از حمایت از ایرانیان صحبت میکنن، از طرف دیگه رابرت مالی میگه که ایشون و دولت آمریکا سخنگوی معترضان ایران نیستن. این صحبت‌های دو پهلو رو چطور تحلیل میکنین؟ خب به درسته‌ای دارن درست میگن، به این معنا که مردم ایران منتظر هیچ دولت، هیچ بنی بشری نیستن که سرنوشتشون رو تعیین کنن. مردم از پایین دارن، از کف خیابونا دارن کثیف‌ترین و جنایتکارترین حکومت تاریخ معاصر رو به زیر میکشن و طبعاً انتظار ندارن که دولتی مثل دولت آمریکا یا هر دولت دیگه بخواد انقلاب بکنه برای اونا یا سخنگوی اونا بشه. چیزی که مردم ایران میخوان اینه که دست از مماشات با جمهوری اسلامی بردارید. شما مماشات نکنید با اینا، روابطتون باهاشون قطع کنید. ما میدونیم چجوری چند هفته اینا رو سرنگون بکنیم. ما باید یادآور بشیم که تو این 40 و اندی سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده، همواره این گرایشات مشخص توی هیئت حاکمه دولت‌های غربی و سایر کشورها بودن که تلاش کردن که جمهوری اسلامی سر پا بمونه و از طریق مکانیزم‌های دیگه این روند رو ادامه دادن. اما الان این مسئله رو مردم ایران به هیچ شکلی نمیپذیرن. اما از دوگانگی گفتیم، من فکر می‌کنم دوگانگی در کار نیست. دولت بایدن و همین رابرت مالی تا 5 هفته قبل پیش از شروع اعتراضات تمام تلاش خودشون رو میکردن که با این جنایتکارا و آدمکشا پای میز مذاکره بشینن. الان اگر دارن تغییر موضع میدن یا دو پهلو حرف میزنن به قول شما، تنها به این دلیل هست که کف خیابانهای ایران و کف خیابانهای پایتختهای مختلف کشورها و شهرهای مختلف دنیا رو مردم سرنگونی طلب ایران به تسخیر خودشون در آوردن و میگن این حکومت باید بره. توی این اوضاع حتی مماشاتگرترین انسانها و دولتها و سازمانها هم جرأت این رو نمی کنن که از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن یا حتی دو پهلو راجبش حرف بزنن. و هر کسی این کار رو بکنه، به نظر من اتفاقی براش میفته که الان برای رابرت مالی افتاده. این یک هشدار از سوی مردم ایران. هر دولتی، هر سازمانی، هر شخصی داخل و خارج کشور پروسه انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو بخواد مختل کنه، چوب لای چرخون بذاره، مردم در داخل و خارج کشور یک تودعنی و جواب دندان شکن محکمی به اون خواهند داد. ممنون. میثم عتیق، عضو شورای مرکزی سازمان جوانان حزب کمونیست از استکهلم.